آقای قفوری شما سوالی دارید؟ سوال در تنظیم این ماده، در تنظیم این اصل اولش به خاطر همین مسئله که همونطور که صحبت شد افتخار این مسئله رو در دنیا اسلام از همه بیشتر داره، تا جایی که میگه در راه احیای این حق جا داره که مردم جانفشانی کنن، همونطور که اون روز گفتیم اذا لم یکن امرکم شورا بینکم فبطن الارض خیر لکم من زهرا، یعنی جا داره که بمیرید تا این حق رو بگیرید. در اصل این ماده اولش نوشته بود برای تامین مشارکت و با توجه به مطلبی که ایشون از پاریس و این طرف و اون طرف نقل کردن برای احیای این، ما خواستیم ببینیم وجه حذف این کلمه تامین مشارکت چه چیزی است که اون توهم رو پیش نمیاد که اینا بیان اینجا بگن که میترسید. نه، اسلام هر چی که جلوتر بره چون با حقیقت مطابقت داره ترسی نداره. وجه حذف این تامین مشارکت خواستیم چی بوده؟ اگه اینو بذاریم فکر میکنم منظور رو بهتر تفهیم. آقای حجتی شما سوال عرض کنم، منم پیشنهادم همینه که همینطوری که آقای سبحانی گفتن، این اولین کلمه ای که بعد از برای گفته میشه همین باشه، برای سپردن کار مردم به مردم یا به منظور سپردن کار مردم به مردم و امثال ذالک و بقیهش هم که اون فلسفه اصلی شوراها قید شده باشه در اینجا و مشخص باشه که به چه منظوره. در ضمن میخواستم این عرض کنم، شورا یه نمونهش همین شورای اینجاست. ما اگر یه وقت یه صحبتایی میشه آقای مراغی فکر نکنم فقط در مورد خود ایشون هست که گاهی شروع میشه، در مورد خود منم که اینطوری گاهی شروع میشه، ولی من خواهش میکنم که فقط در مورد خودمون این کار بکنید، در مورد آقای مراغی اینا یه مقدار اجازه بدید بیشتر صحبت کنم. هر کی بینه اون ظاهرا اون پیشنهاد شما مثل که در جلسه صبح رد شده. آقای مراغی شما سوالی دارین؟ رأی بگیرید. یه سوال خوب یادداشت کنید. موافق و مخالف صحبت کرده. آه اجازه نه سواله موزدی اردبیلی طوری صحبت فرد بودن که نتیجه گیری کردن که آقای مهندس مقدم مراغی نه موافق بود نه مخالف، بس لازم یاد که یه نفر مخالف هم صحبت بکنه. بهمان مخالف صحبت کردن ایشون بنابراین مثل این که کفایت مذاکرات هست چون صبح مطرح شده. بله اجازه برمون، حالا اجازه برمون، من یه اون سوالی کردم با اجازه اون شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان رو زمینه بکنیم یا نکنیم؟ همه موافقن؟ هر کی موافقه دست بلند کنه. همینجا دنبال میگه. اجازه بفرمایید. پس من بخونم برای رأی گرفتن. اجازه بفرمایید. برای رأی گرفتن. یادم نمیاد اون قیدی که ما پیشنهاد کردیم رد شده. میگن رد شده آقای سبحانی. آقای سبحانی رد شده. این از رو آوردن دستوری در امضا کردن. بسیار اجازه بفرما، اجازه بفرما آقای سبحانی، اجازه بفرما. میخونم برای رأی گرفتن. برای بخونید. من میگم این همونطوری که گفتن چون ایهام داره این مسئله، همینطوری که آقای غفوری سوال کردن علت این که اینه حذف میکنید چیه؟ این روشن بشه. تو بحث کردن اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقای حجتی، برای اجازه بفرمایید آقای حجتی، برای رأی گرفتن میخوانم، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی از طریق همکاری مردم، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده بخش شهر، بله
ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای اون را مردم همون محل انتخاب میکنند. اگر ما اینجا شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب اونها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کنن. خب رأی بگیرم. این همین همین هایی که میبینید کدوم از قوانین اساسی دنیا نیست. عده حاضر در جلسه هنگام اخصره 64، شماره آرا 64، موافق 59، مخالف 2، ممتنع 3 تصویب شد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اصل 75، برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها در استان‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. چهار متر تکرار شده در استان‌ها لازم نیست. بله؟ اون در استان‌های نوبت دوم را حذف کنید، چون چهار نوبت کلمه استان آمده و اون دومیش هیچ ضروری نیست. تکرار برای جلوگیری از تبعیض، من باز دوباره بخونم خودم، برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ اونها در استان‌ها زائده، بله، و نظارت بر اجرای هماهنگی اونها یا هماهنگ اونها، هماهنگ اونها در استانهای دومش لازم نی؟ دایگیم لازمه. شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. اون دومیشو بزنی؟ نه لازم نی؟ شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
وقت شوراهای استانها تشکیل می از نمایندگان شوراهای استانها به نام شورای استان رسد. این اسمش اسمش میشه شورای عالی استانها. بله درست. نحوه تشکیل و بله بسیار نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کنه. خب بحثی هست در این؟ آقای مکارم شما این همونه که آقای چیز میگه خب زدی آقای میر مرادزهی شما من اختیارات باید کاملا مشخص باشه بله اختیارات باید مشخص باشه اختیارات چه قانون معین میکنه دیگه نیست قانون من معین میکنه چارچوبش لاقل قانون اساسی مشخص بکنه بعد در مورد جزئیاتش مجلس مقرر میکنه چارچوبش چه پیداست بله منظور از تبعیض چه نوع تبعیض یعنی به این معنی که بین استانها تبعیض نباشه مثلا فرض بگیرید که دولت 100 میلیون تومان برای یک استان اعتبار معین بکنه برای یه استان دیگه 10 میلیون تومان یا استان مثلا یا جهات سیاسی دیگه در هر جهتی این تقریبا همونی است که آقای مراغی هم دنبالش بودن که علاوه بر نمایندگانی که در مجلس هستند به خاطر امور کشوری برای اینکه خواسته های استانها منعکس بشه و بتونن به دولت بفهمونن خواسته های استانها را از هر استانی یه نماینده یا دو نماینده معمولا لابد یا در مرکز یا در هر جا خودشون معین کنن مینشینن وقت نیازهای استانشون را گرفتاریاشون را با هم تبادل میکنن و به دولت ابلاغ میکنن این به منزله همون معنیش که در خارج هم هست در آمریکا اینجوری است که اینطور که نقل کردن هر استانی به عدد افراد مثلا هر 200,000 یه نماینده داره ولی هر استانی یه سناتور یا دو تا سناتور داره که دیگه در این جهت تبعیض نی یعنی یه استانی که 25 میلیون جمعیته دو نفر داره یه استانم که 100,000 جمعیت داره همون دو نفر رو داره اونا با هم مینشینن تبادل نظر میکنن راجع به خواسته های استانهاشون یه چیزی بود شبیه شورای ملیت یا شورای اقوام در همین حدود این هم تقریبا همون میشه شورای استان اونو نمیرسونه چرا؟ تبعیض رو هم نمیرسونه اقوام ما نداریم شورای استان هاست خواسته های استانها رو با یک دیگر با هم صحبت میکنن تبادل نظر میکنن و به دولت ابلاغ میکنن استانها نیازمندی هاشون بیشتره و باید تبعیض قائل شد و باید برای اونها بودجه خب هم اونجا بالاخره صحبت میکنن پس بنابراین تبعیض نباید این صحبت مثل که بحث شده است راجع به این به اندازه کافی بند مطلب آقا رو ندارم یک کلمه اگر اینجا اضافه بکنیم گمانم بهتر تشکیل و حدود وظایف چون اصل وظیفه این شورا شورای هماهنگی وظیفش معلومه بله حدود وظایف قانون نحوه تشکیل و حدود وظایف این شورا را چون اصل وظیفه معلومه شورای هماهنگی حالا خود وظایف هم که بگیم حدود وظایف معلومه دیگه کافیه دیگه حدود وظایف ظاهرا اختلافی نیست برن رأی بگیرن آقایون رأی بگیرن اون از را باید ببرد اقا بله از نمایندگان شوراهای استانها شورای عالی استانها تشکیل می شود این رای گرفتن صحبت خب عملا تحت نظر اینا میشه این مسئله مهمه دیگه کشور اقتصاد اصلش اقتصاد شده چیزیه ای نداره که بقیهش هم که در محل انجام میده یه حقوق خیلی زیادی است بهشون داده نمینم در هیچ قانون اساسی میده بله اینم سرش من که قانون روز تو قانون اساسی بذارنش چرا برنامه عمرانی یک کشور رو بذارن تحت نظر هم شورای ملیت ها همه جا هم چه وظیفه بهش دادن از اینکه تذکر دادن عمرانی به زم صحیح هست عمرانی غلطه کجا بهش هم چه اختیاری دادن او رو بگید
اختیار نبا اون زیرشه بالاش که برنامه های عمرانی تحت نظرش باشه. چرا آقا شما ببین شما مثل که توجه نمی کنید برنامه های عمرانی سابق دولت مستقل بود در تهیه‌اش، حالا میگه آقا باید تا این آقایان هم بیان این شورای عالی هم نظارت داشته باشه. تهیه نه تصویر، در تهیه شورای عالی هم در روان وزارت‌های تهیه، نه بالا رو بخونید برای جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه های عمرانی تهیه. عده حاضر در جلسه هنگام اعلام اخذره 64، شماره آرا 64، موافق 62، مخالف 1، ممتنع 1 تصویب شد. الله اکبر. اصل 76، شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌های تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس ارائه نماید. به مجلس خب یه مجلس شورا سیاه. حالا برای اجازه نه آقای مرسیم به مجلس شورای ملی که خیلی روشن باشه. مجلس شورای ملی ارائه نماید. این طرح‌ها در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینجا خود من بر خودم یه وقت گرفتم یه تذکر اگه آقایون قبول. این طرح‌ها در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. یخت سسته بنویسیم این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این رد بشه فایده‌اش چیه؟ بله؟ بررسی قرار گرفت و رد شد. نه نصفی نه منظور این است که اگر بشه این طرح‌ها باید در مجلس مورد این نظر منه. حالا آقای سبحانی شما گفته شد دیگه همین بله گفته شد همین که من گفتم بله شما موافقی؟ آقایون همه موافقن؟ آقای طاهری گلگانی شما چیز مطلبی داری؟ آقای این باید محکم بشه. آقای محکم داری یه بایدی بندازید. این اصل است. من که نمیشون هم چون همه حرف میزنن من نمیشون. اصل بعدی مزلت پس راجع به این اصل حرفی نداری. آقای فوزی هم شما آن یه نقصش اینه که روشن نمی کنه که مجلس در برابر آقای فوزی شما که آقای فوزی نیستی. من آقای فوزی رو صدا زدم. آقای فوزی اینجا که این شده چه این طرح ها از طریق یا مستقیم یا از طریق دولت منزیر آیم از طریق دولت دیگر واسطه خوردن سی معنی داره که تشکیات بیشتر بوده چه به مستقیمن به وسیله خود اینها هر امروحایی باید من جواب عرض کنم. خب این به نفع اوناست. از هر راهی نزدیکتره برایشون از دو راه بهتر میتونه. دلیل داره آقای بسیار جنبه مالی داره. آقای مکارم شما عرض بنده این است که برای خود ما واضحه ولی این جمله رو میبایست که عرض کنم که علاوه بر این که این مسئله شوراها در اجرا دخالت داده شدن در این قانون در قانون گذاری هم به نحو اینها مشارکت داده شدند. طرح تهیه می کنند مثل طرح 15 نماینده در مجلس. مجلس موظف بررسی روش کنه و روش
مطالعه کنه. پس اینا علاوه بر اجرا در قانون گذاری هم شورا راهی عملا پیدا میکنه. فقط شرعی هستن. آقای خامنه‌ای پیشنهاد یه بنده خواستم عرض کنم که معمولا وقتی کاری از طریق شوراها بیاد به دلیل همین جهتی که در کارهای اجرایی هم هست به وسیله دولت یکی دو بار سه بار که بشه این میشه رویه و ثابت شده در این مملکت یه رویه گاهی رویه قانونی رو هم نسخ کرده یعنی عمل نشده و بعد اعتنا نکردن. اینجا همون توجه به اعتراضی است که آقای فوزی فرمودن مستقیما قاعدتاً چون مجلس از طریق مجلس باشه هم سریع‌تره هم کمتر درش دخالت میشه چون دولت ممکنه دخالت بکنه تغییر بده. مستقیما پیشنهاد میکنم مستقیما آقای موسوی تبریزی آقای موسوی تبریزی مطلبی داشتی؟ آقای بشاره سلام علیکم. همونطور که خودتون فرمودید این مورد بررسی قرار گیرد یه دو سه ماه میذارنش تو مجلس و بعد میگن بررسی میشه. این رو باید مدتی رو معین کنن که اگر مخالف موازین شرع اینا نبود فوری تصویب بشه بیاد بیرون. این طرح یه صورت تشریفاتی پیدا کرد سریعاً در مجلس فوراً در مجلس مورد بررسی باید قرار بگیرد. مثلا آقای بیتوشانا قربان وقت که صحبت بود درباره مجلس شورای ملی و صحبت در این شد که شورای استانها و شورای مرکب از استان نمایندگان استان هم تشکیل میشه یه اختیاراتی خواهد داشت شاید خیلی کمتر از مجلس شورای ملی. اینجا فقط یه مجلس شورایی است که فقط حق مشاوره داره، نه حق اتخاذ تصمیم، نه حق توصیه خیلی جدی که بتونه قابل اجرا باشه. همچنین شورایی که حق اتخاذ تصمیم به طور کلی نداشته باشه به نظر من گذاشتنش در قانون اساسی یه چیز زائدی است. اصلا یا یه حقی بهش بدی که بتونه اتخاذ تصمیم بکنه در حدود شورای استانهای مختلف، بتونه مصوباتش قابل اجرا باشه. اگه همچین حقی نداشته باشه اصلا تشکیلش مثل یه مترسک میشه. نه نذارین اونجا بهتر است. برای اینکه مردم رو امیدوار میکنه به چیزی که حق کوچکترین اتخاذ تصمیمی نخواهد. این اصل اینه که هیچ حقی نداره در نظر اتخاذ تصمیم میشه تر تهیه میکنه. تر منم میتونم تهیه کنم، هر کسی هم میتونه تهیه کنه. اصل بعدی شاید خانم گرجی یا بهش حق بدین یا نه بگید در قانون در قانون که در قانون در قانون در قانون در قانون در چیزای بدی زمان هدف خود آقای بنی سعد شما آقای بنی سعد شما عرض کنم که این سه ردیف اختیارات به خلاف فرمایشیشون سه ردیف اختیارات داده شده به این شورا. یکی اختیارات که شرکت میکنن در تهیه برنامه ها که این در بعضی جاها روی کاغذ هست ولی عملا هیچ جا نیست. یعنی حکومت مرکزی همیشه برنامه ها رو خودش تهیه میکرده و به اجرا میگذاشته. بله بنده چجوری با بذارم اونجا بله اونجا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کردم که این در این سه تا اصلی که پشت سر هم آمده سه رشته اختیارات و وظایف برای شورای عالی استانها معین شده. یکی شرکت در تهیه برنامه های عمرانی که این مسئله در قوانین اساسی بعضی کشورها هست و عمل نمی شود و امیدواریم در قانون اساسی ما عمل بشود. در بقیه جا هم نیست. یعنی حکومت مرکزی خودش برنامه می نویسه، خودش هم به اجرا مجلسش تصویب می کنه به اجرا می گذاره یا مجلس نداره اصلا مستقلا به اجرا می گذاره یا مجلسش روی کاغذی.
بنابراین نمیشه گفتش این که هیچ کار است و تهیه، مثلا ما بگیم سازمان برنامه کاری نیست، فقط کارش این است که قانون برنامه 7 ساله رو تهیه میکنه، این مجلسه که کار است که او رو تصویب میکنه، نه خود تهیه قانون اساس تصویب او رو تشکیل میده. در اصل دومی این است که ما به این مجلس در واقع این قرار دادیم در حد 15 نماینده که طرحهایی که تصویب تهیه میکنه قابل طرح در مجلسه، حالی که 5 تا نماینده 10 تا نماینده اگر بخواد مال همون مجلس طرحی تهیه بکنه این قابل طرح در مجلس نیست. پس بنابراین این هم یه اختیار مهمیه به اون مجلس عالی داده شده. حالا ایشون ایرادشون این است که چرا بعضی مواقع از طریق دولت بعضی مواقع از طریق مجلس، اولا همین بالا رأی دادید، مثلا یکی از مواردی که از طریق دولت انجام میشه همون برنامه عمرانیست که مهمترین مورده، اساس زندگی اقتصادی مملکت، علاوه بر این که بسیاری طرح‌ها پیش میاد که جنبه مالی داره، جنبه های اجرایی داره که این از اگر هم از طریق دولت نیاد مجلس ناگزیر میده به احاله میده به دولت که نظر او رو بدونه. پس ناچار باید که این نکات رو در قانون اساسی پیش بینی کرد. بنابراین ما اینجا تازه سلب اختیاریم ازش نکردیم، گفتیم اگر خواست مستقیما بازم بتوانه بده، اگر خواست قبلا مسئله بررسی بشه در دولت که جهاتش رسیدگی بشه که بعد بدون معطلی در مجلس طرح بشه از اون طریق عمل بشه. در اصل بعدی هم اختیارات به او داده شده در مورد بو انحلال شوراهای محلی که اون هم یه اختیار مهمیه. حالا شورای استانها فقط ما اینجا نمیدونم، اگر ما چون آقای با آقای مفتی زاده ما در همین زمینه صحبت کردیم، گفتن ایشون که ما گفتیم خب این خود مختاری که شما خواسته بودید 3 تا قضیه داشت، الان در همین جا در اصلی که ما الان تصویب کردیم در واقع تمام زندگی غیر اون 10 موردی که در قوانین اساسی دنیا مربوط به حاکمیت ملی است، بقیه موارد حتی از اون مواردی هم که در قوانین اساسی دیگه بوده اینجا بیشتر قائل شدیم برای اختیارات شوراها. اختیار چی؟ که انحلال مجلس چیز شورای استان به شورای استان رو به مجلس دادن، شوراهای کوچکتر از استان رو به شورای عالی دادن. استان ها همچنین اختیار داده نشد. عرض کنم که گفتن ایشون بله شما در اون قانون شوراها اصلا زیاده از خود مختاری دادید، برای اینکه اگر شوراها از حد خودشون خارج شدن شما نگفتید چه خواهید کرد. پس بنابراین مراد ما این بوده که حتی مقدور مردم هر ناحیه در امور خود اون ناحیه مشارکتشون کامل باشه، بدون اینکه وحدت ما و کشور ما به خطر بیفته. تا اونجایی که ممکن بوده است ما هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم که در این متن آوردیم، حالا بقیهش به اجراش به اجراست. امیدواریم که قانون خوب اجرا بشود و نتایج بایسته و شایسته رو برای هر منطقه به بار بیاورد.